انجیل لوقا باب 5 داستان پتروس را با هم می‌خوانیم. یک روز عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و مردم به طرف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را از زبان او بشنوند. عیسی ملاحظه کرد که دو قایق در آنجا لنگر انداختند و ماهیگیران پیاده شده بودند تا تورهای خود را بشویند. عیسی به یکی از قایق‌ها که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل دور شود و در حالی که در قایق نشسته بود به تعلیم مردم پرداخت. در پایان صحبت به شمعون گفت به قسمت‌های عمیق آب بران و تورهایت را برای صید به آب بینداز. شمعون جواب داد ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصلاً چیزی نگرفتیم، اما حال که تو می‌فرمایی من تورها را بیندازم. آنها چنین کردند و انقدر ماهی صید کردند که نزدیک بود تورهایشان پاره شود. پس به همکاران خود که در قایق دیگر بودند اشاره کرد که به کمک آنان بیایند. ایشان آمدند و هر دو قایق را از ماهی پر کردند به طوری که نزدیک بود غرق شدند. وقتی شمعون پتروس متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است، پیش عیسی زانو زد و عرض کرد ای خداوند، از نزد من برو چون من خطاکارم. او و همه همکارانش از صیدی که شده بود متحیر بودند. همکاران او یعقوب و یوحنا پسران زبدی نیز همان حال را داشتند. عیسی به شمعون فرمود نترس، از این پس مردم را صید خواهی کرد. به محض این که قایق‌ها را به خشکی آوردند همه چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند. Jesus, okay, warum nicht, kannst du haben, wie schön, dass sich Gott für mein Boot interessiert, jetzt bin ich gespannt, was passiert,
brauch ich, sagt Jesus. Okay, warum nicht, kannst mich kurz haben. Wie schön, dass sich Gott grad für mich interessiert. Nun bin ich gespannt. Och nö, der Fang ist mir zu riesig. Aufgabe zu groß, kaum zu tragen. Fürchte dich nicht, Simon, trau dich und trau mir. Genau wegen dir bin ich hier. Fürchte dich nicht, Simon, trau dich und trau mir. Genau wegen dir bin ich hier. Ich seh doch viel mehr als du selbst. Siehst in dir